و آموزش. صحت و زندگی. شنونده عزیز سلام، برنامه یفته صحت و زندگی اختصاص یافته به آبریزی های قبل از وقت در زمان برداری نزد مادران حامله. بردن عملیاتو میکنم دیگه، تکلیفات کشیدن، کوکایم درد میکرد، صحیح نفس کشیده نمیدونستم. آبریزی های قبل از وقت زمان برداری چی نشانه ها دارد و باعث چه خطرات نزد طفل و مادر میشود؟ علت ها چی هاست و چگونه از آبریزی قبل از وقت زمان برداری جلوگیری کرده میتوانیم؟ با ما باشین و جواب به این پرسش ها را در برنامه ای هفته بشنوید. کیسه آب در بطن مادر محل زندگی جنین در طول 9 ماه بارداری است. دیواره این کیسه از دو قسمت نازک تشکیل شده است. درون این کیسه مایع روشن و بدون رنگ و بو وجود دارد. جنین با پشت سر گذاشتن مایع چارم در داخل همین کیسه کاملا شناور می شود. وظیفه این کیسه عبارتند از حفاظت از جنین در برابر صدمات فیزیکی، مقابله با عوامل بیماریزا و تأمین بخشی از نیازهای غذایی او. اما این کیسه گاهن نظر به دلایل مختلف قبل از وقت به پارگی مواجه میشه. ای که پاره شدن این کیسه به طفل و مادر سبب چه مشکلات صحی و خطرات میشه از چند تن مشنویم. تا طفلکان زایشت که بردوش خوب پول او رسید داشت. یک دکتر اومد که معاینه کرد، گفت عملیات میشه، گفت آبریزی کردی، او خوش شده، گفت قلبش تو ضعیف شده، بردن عملیاتو کردن. دیگه تکلیفار کشیدن، کوکایم درد میکرد، خوشون تخته پشت من میشقید که یک ساعت نفس میکشیدم. طفل ششم آبریزی میکنه زیاد. دکتر گفت خط دو معاینه تلویزیونی را بیار که طفل زنده است یا مرده. پس که من رفتم معاینه کردم، طفل مرده. شنیده شد مادرانی که در ماهای وسطی حمل خود آبریزی داشتند، طفلشان سقط شده بود و مادرانی که در ماهای اخیر حمل خود آبریزی داشتند، یا طفلشان مرده به دنیا آمده بود و یا خود مادر توسط عملیات ولادت داده شده بود. در همین مورد با دکتر همای منگل، ترینر متخصص نسایی ولادی، موظف در شفاخانه ملالای شهر کابل، گفت و شنود انجام دادیم که شما را به شنیدنش دعوت میکنم. دکتر صاحب، آبریزی قبل از وقت در زمان برداری چیست؟ آبریزی پیش از این که مریض پروسی ولادت از شروع شوه، اگر مایع شفاف از وجن مریض خارج شوه، این را ما به نام آبریزی در زمان عمل گفته میتونیم که این به دو نوع میباشه. یک آبریزی در زمان قبل از هفته 36 اگر رخ بده، این را ما به نام پیپرام میگیم، و در صورتی که آبریزی یا آمدن این مایع در وقت ولادت یا هفته 39 صورت بگیره، این را به نام پرام یاد میکنیم. یک مادر چطور بفهمه که آبریزی قبل از وقت داره؟ وقتی که نزد یک خانم می مایع خارج میشه و این دفعه متوجه ازی میشه، این را باید قسم فرق کنه از می افرازات نرمال خود، که افرازات نرمالی که یک خانم می داشته باشه، یکی خب مقدارش کم است، دیگه این افرازات به شکل چسبناک می باشه و می تونه بویناک باشه. اما مایع امنیتی که مقدار ازی زیاد می باشه، میشه که دفعه به یک بارگی یک مقدار زیاد مایع خارج شوه و یا مثل آب سفید و روشن و شفاف می باشه و دیگه ای که این مایع بیبوی می باشه. آبریزی قبل از وقت برای طفل چی مشکل خلق میکنه؟ به صورت عموم هر چیزی که قبل از ولادت در نزد مریض به وجود میایه، مثلا آبریزی، مثلا خونریزی، این تمام از این هم بر مادر و هم بر جنین یا بر طفل مضر بوده میتونه. اگر بعد از هفته 39 به مریض رخ بده، اونقدر خطرناک به مادر و به طفل بوده نمیتونه. اما در صورتی که آبریزی قبل از هفته 36 برای یک مادر رخ میده، این میتونه هم به مادر هم به طفل مضر واقع شوه. چون مایع امنیتی که بسیار یک مایع مهم می باشه برای طفل و در مدت اینمی نو مایعی که طفل در داخل رحم مادر می باشه، در بین مایع امنیتی است که تمام غذا و تمام چیزهای خود که از مایع امنیتی به دست میاره. به این خاطر این وقتی که مایع زایع شوه، طفل هم اکسیژن برش مکمل نمی رسه، تمام اینمی گپایی که بر طفل ضرور است قطع میشه و طفل در یک حالت زرد قرار می گیره. در این حالت سر طفل فشار میاد و اگر پیشگیری نشه از این موضوع، حتی باعث تلف شدن طفل میشه. مادر با چه مشکلات مواجه میشه؟ چون مادر طفل خود از دست میده، به حساب روانی هم مادر زیاد مواجه با مشکلات میشه و غیر از او، در صورتی که نمی تقلصات بر مادر در وقتی که ما مریض می خواهیم کنترل کنیم شروع نشه، باز مجبور هستیم که مریض عملیات کنیم که یام بر مادر یک ریسک بوده میتونه.
شنیده شد زمانی که در ماهای وسطی به مادر آبریزی پیش می آید نجات جنین مشکل می شه و اکثرا صدق می شه. اما در ماهای اخیر اگر مادر عاجل به شفاخانه انتقال داده شود تا حد نجات طفل ممکن می باشد و دکتران می توانند با عمل جراحی طفل را نجات بدن. حال می خواهیم علتهای آبریزی های قبل از وقت را بدانیم. در ابتدا به گفته های مردم گوش می دیم. پیش نفهمیدم، پیش دکتر رفته بودم بچگا که مریض بود، اونجا کم رفتم تا یک دفعه آبریزی کردم، باز خانه زنگ زدم گفتم بیا بچه ما ببری، باز ما رفتم ربی برخی، باز ازم صبح در ربی برخی بستر بودم تا یک بجه روز. خانمایی که باردار هستن حالت بارداری یا فشار کاری سرشان در خانه زیاد باشه یا ضربه ببینن باز آبریزی پیدا میکنن. دشش حملگی سوزاک بودیم، در حملگی سوزاک شدیم، باز مای ششم آبریزی برام پیدا شده. پسر مریض بود، پسر چرکی پایین افتاده بود، خانمو رو که بالا کردم، امو شوش آبریزی زیاد است، آوردنم شفخانه، تکلاکایم زایی شد. برخی از مردم به علت آبریزی های قبل از وقت نزد مادران باردار نمی دانستن. ایده کارهای ثقیل و ضربه خوردن مادر را از علت ها گفتن و تعداد هم سوزاک را یکی از علت ها می دانستن. دکتر موجودیت انتان را یکی از علت های اصلی آبریزی قبل از وقت در زمان برداری می داند. علت بسیار عمده ازی انتانات است. مریض مثلا بر ما در کلینیک مراجعه میکنه، میگه که دکتر صاحب ما بسیار شدید سوخت و خارش دارم یا سوزاک هستم یا کمر درد هستم. وقتی ما مریضم برش معاینات میتیم میبینیم که اکثرا در ایالت انتان مداخله کرده که اینمی انتان خودش سبب پاره شدن جیب امنیتی قبل از وقت در خانم باردار است. ضربه یا فرزن افتادن در یک جای یا یک صدمه در اینمی قسمت بطن وقتی که مواجه مریض میشه یا سبب پاره شدن جیب به امنیتیک در نزد خانمای باردار میشه و دیگه خارهای ثقیل هم خودش یک علت عمده پاره شدن جیب امنیتیک قبل از وقت در نزد خانمای باردار میشه. خانمایی که مثلا به صورت فیزیولوژیک می مایع امنیتیکشون زیاد میباشه یا سبب از این میشه که قبل از وقت می جیب امنیتیک یا اینمی خلطه ای که مایع امنیتیک در وجود داره او پاره شوه. دیگه در نزد خانم ها در این هفته های اخیر عمل مقاربت یا علت پاره شدن جیب امنیتیک در نزد خانم ها میشه. شنونده عزیز، شما برنامه صحت و زندگی را میشنوین که در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه شده و موضوعان آبریزی پیش از وقت در زمان حاملگی است. دکتر متخصص در مورد علتها بدین باور است که ممکن مادر در مثانه خود کدام چرک و یا انتان داشته باشد و آن چرک به رحم انتقال کند و سبب سوراخ شدن کیسه شود. ضربه خوردن به بطن مادر یا در اثر لتکوب و خشونت و یا هم در اثر افتادن مادر نیز میتونه سبب آبریزی شود. همچنان وقتی آب کیسه از حد نرمال زیاد شود سبب پاره شدن آن میشود و آبریزی صورت میگیرد و انجام کارهای ثقیل مانند بلند کردن سطلهای پر از آب و یا اشیای گرنگ دیگر این همه سبب سوراخ شدن کیسه آب طفل و آبریزی شده میتونه. هستند کسانی که هم خودشان در زمان برداری به خود توجه کردن و هم اعضای خانواده به خصوص شوهرشان اونا را در انجام کارهای سنگین خانه یاری رساندن تا از آبریزی زمان برداری جلوگیری شود. چهار اولاد دارم، باز ما همی باو میوجات زیادتر میخورم، انگور هست، اینمی انار هست، همی هرچی که بود مثلا همی میوجات اودار، خانه تکانی، پاکاری، سر بچه ها، حتی سر مرد میکرم، باز به خدا اولاد به دنیا بودیم سالم سالم. چهار اولاد دارم، وقتی خانم باردار میشن ما سودای خانه مثلا گاز چیزا رو که میارم اون راستن میبرم در پسخانه میمونم، در یولی یک جای دیگه نمیمونم که بارداره. فرشی بسیار کارهای ثقیل رو خودم میکنم، امروش کمک میشم زیاد در بارداری، بکسر خوش نگاش میکنم لط کوب چیزا هیچ وقت نکنه. مادی چی هست که زندگی خوش میباشه، نگم مشکل برای مریض پیش نمیشه، نه بعد عملداری و خودش مشکل پیدا میشه نه بعد تفلش. دو اولاد دارم، شوهرم ولی دوست برداری زیاد کردن کمک میکردن، دی مایه آخر دیگه بیخی زیاد شوهرم کار یک رنگ نمیمون که میکردن، می یک روز کلاشی میکردن باز دو روز دیگه کار نمیکردن، استراحت میکردن دیگه روز نه دیگه کار من جام میداد، می فکری میبود یک کدام کار دیگه با اون خاطر دیگه نه آبریزی پیدا شده نه چیز دیگه نرمال ولادت کردم. سه تعدادی از خانم های باردار تا اخیر حاملگی چندین بار به کلینیک مراجعه کردن و تحت نظر کارمندان صحی بودن، ایده کارهای سنگین انجام ندادن و برخی را شوهرانشان بر علاوه این که در کارهای ثقیل خانه همکاری کردند با اونا برخورد نیک داشتند و از خشونت کار نگرفتند.
بدین گونه این خانم های هیچ نوع مشکل صحی و خصوص آبریزی پیش از وقت پیدا نکردن و به شکل عادی ولادت کردن. در این مورد باز هم دکتر همای منگل به ما چنین معلومات داد. پیشگیری از آبریزی قبل از ولادت چی بوده میتونه؟ یک خانم باید که نظافت خود مراد کنه، بر علاوه از اینکه روز 5 بار به حساب اصول میگیرن، اونا باید همیشه با آب شیرگرم و آب پاک باید استنجا کنن، دیگه لباس های نخی استفاده کنن، چون این خانم ها زیاد به انتانات مواجه میباشه و خانم ها اکثرا وقتی که مراجعه میکنن از سوخت و خارش و آمدن افرازات نشاکی میباشن، به او خاطر باید این خانم ها افزلته خود زیادتر مراد کنن و دیگه کارهای ثقیل نکنه و دیگه کوشش کنه که صدمه نبینه در زمان برداری. خشونت های فامیلی در بخانم باید واقع نشه و دیگه باید که از مقاربتی در هفته های آخر برداری باید که اجتناب کنن. در مدت اینمین 9 ماه که یک خانم باردار برالوی ازی که به خوراک درست و به حفظ صحه درست و به تمام چیزها اینا ضرورت دارن، و اما قسم اونا به ویزیت های دکترها هم ضرورت دارن که هم باید 3 ماه اول برداری باید به شکل منظم مراجعه کنن نزد دکتر، به می شکل در 3 ماه دوم برداری چونی همی مراجعه اونا به یک کلینیک سی یا نزد یک دکتر. سبب از این میشه که از قسم اختلالات که نمی آبریزی زمان برداری می باشه و یا واقع شدن اختلاج در نزد یک خانم جلوگیری میشه و غذاهای خود به شکل منظم بخوره در کاری با و مثلا تمام غذاهایی که به یک خانم در زمان برداری ضرورت است باید بخوره، مقاومت معافیت وجودش بالا باشه. شنونده گرامی، خلاصه از تمام برنامه را چنین می توان گفت که در رحم مادر یک کیسه قرار دارد که در آن نوع از مایع روشن، بیرنگ و بیبو تجمع نموده و طفل در بین آن رشد می کند. این مایع برای طفل خیلی حیاتی است. هرگاه قبل از هفته 36 این کیسه سوراخ شود و به مادر آبریزی رخ دهد، امکان زنده ماندن طفل خیلی کم است. اما اگر بعد از هفته 36 الا هفته 39 به مادر آبریزی رخ دهد، گاهن با تطبیق دوا به مادر عادی ولادت داده می شود، اما اکثراً به نسبت در خطر بودن طفل از سبب ضایع شدن آب، طفل توسط عمل جراحی نجات داده می شود. دکتر متخصص بدین باور است که علتهای آبریزی قبل از وقت، موجودیت چرک یا انتان در مثانه مادر، ضربه خوردن به بطن مادر یا در اثر لتوکوب و خشونت و یا هم در اثر بروی افتادن مادر، زیاد شدن آب کیسه از حد نرمال، کارهای ثقیل و انجام کار زیاد در یک روز بوده میتونه. برای جلوگیری از آبریزی قبل از وقت در زمان برداری، اولا مادران که میخواهند حمل بگیرند باید بیماری های مانند چرک مثانه و گرده خود را تداوی کنند. در دوران حمل چندین بار به کلینیک صحی مراجعه کنند و باید تحت مراقبت دکتر قرار داشته باشند. کارهای بیش از توانشان را انجام ندهند و برای کار خانه خود تقسیم اوقات منظم داشته باشند. اعضای دیگه خانواده به خصوص شوهر بر علاوه این که با وی همکار باشن، از خشونت و لتوکوب هم بپرهیزن تا باشد که مادر و طفل سالم بماند. شنونده عزیز، برنامه را که شنیدین در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه شده بود. اگر شما هم در مورد برنامه های ما نظر و یا پیشنهاد دارین، میتونین به شماره تلفن 020-240-5101 با ما مستقیما به تماس شوین و اگر به اینترنت دسترسی دارین به سایت tajala.af رفته برنامه های تعلیمی ما را هم بخونین و هم بشنوین.